همچنان صدها خانواده سنی تندروی داعش در اردوگاه الهول اقامت دارند. این اردوگاه که یکی از خطرناکترین اردوگاه های جهان به شمار می رود، است که هم دولت عراق، هم دولت عراق را با مشکل مواجه کرده و هم دولت سوریه. اما چند هفته پیش توافق هایی صورت گرفت که بر اساس آن مقرر گردید تعداد قابل توجهی از این خانواده ها به عراق منتقل شوند. پایگاه خبری العربی الجدید نوشت که یک هیئت عراقی با خانواده های عراقی در اردوگاه الهول دیدار و لیست اشخاصی را که به زودی از این اردوگاه خارج خواهند شد را ثبت کردند. این منبع افزود دولت عراق و اداره این اردوگاه در خصوص خارج کردن همه عراقی ها از آن هماهنگی دارند. یک منبع رسمی امنیتی عراقی 21 مرداد ماه جاری گزارش داده بود که حدود 150 خانواده عناصر سنی های تند رو داعش از اردوگاه الهول سوریه وارد استان نینوا در عراق شدند. این گروه جدید خانواده های سنی های تند رو داعش تحت حفاظت شدید امنیتی از طریق گذرگاه مرزی ربیعه در مرز عراق و سوریه وارد عراق شدند. این منبع افسود این خانواده ها به اردوگاه الجد منتقل شدند و تعداد آنها 150 خانواده شامل 620 نفر است که اکثرا زن و کودک هستند. سال گذشته نیز دولت عراق به رغم مخالفت مقامات محلی و ساکنان استان نینوا در چند نوبت دهها خانواده عراقی را که مردانشان از عناصر سنی تندرو داعش هستند از اردوگاه الهول در سوریه به اردوگاه الجدعه در نینوا منتقل کرده بود. تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق به علاوه استاندار نینوا و وزارت مهاجرین و رانده شدگان عراق پیش از این نسبت به طبعات بازگشت این خانواده های سنی های تندرو داعش هشدار داده بود. نجم جبوری استاندار نینوا در نامه ای برای نخست وزیر عراق نسبت به طبعات امنیتی و اجتماعی انتقال خانواده های سنی های تندرو داعش به خاک عراق در استان نینوا هشدار داد وی خواهان درنگ دولت عراق در خصوص انتقال این خانواده ها شد و در اظهاراتی نیز تاکید کرد که این اقدام منجر به شکل گیری مخالفت گسترده در استان نینوا و برپایی اعتراضات اجتماعی وسیع می شود. عضو کمیسیون مهاجرت و رانده شدگان در پارلمان عراق نیز گفته است که اردوگاه الهول در نزدیکی مرزهای عراق به دلیل وجود نزدیک به ده هزار عنصر گروه تروریستی داعش در آن خطری برای امنیت ملی عراق محسوب می شود. بر اساس آمارهای رسانه‌ای منتشر شده اردوگاه الهول در زمان حاضر 17693 خانوار و در مجموع 64373 نفر را در خود جای داده که بیش از 30000 نفر آنها عراقی هستند. طبق این گزارش این اردوگاه 8209 خانوار عراقی شامل 30606 نفر 6709 خانوار سوری شامل 27223 نفر که اغلب از شرق فرات هستند و بقیه خانواده های عربی و اروپایی از 54 کشور جهان را در خود جای داده است. علاوه بر اینها حدود دوازده هزار تروریست مرد داعشی نیز در زندان از صناع در منطقه قویران در حسک سوریه در بازداشت نیروهای کرد دموکراتیک این کشور هستند که حدود چهار هزار نفر آنها از اطباع کشورهای غربی عربی هستند. همچنین تخمین زده می شود که بیش از ده هزار زندانی سنی تندرو داعش دیگر نیز در زندان از سینا در حسکه نگهداری می شوند. هرچند برخی وابستگان و اقوام عراقی خانواده های ساکن در الهول تمایل به بازگشت وابستگانشان دارند اما در مقابل سایر عراقی ها احساس و ارتباط خوبی با آنها ندارند زیرا مسبب خون فرزندانشان را این افراد میدانند مقامات عراقی هم بیم دارند این موضوع به تنشهای اجتماعی و نهایتاً امنیتی از طریق انتقام گیری تبدیل شود. جدای از اینکه احتمال دارد فرصت دیگری به تروریست ها از این طریق داده شود. علی اکبری، اخبار شیعه. <applause>